سلام عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان و همراهان چنل هیر فارمینگ. خیلی از دوستان تقاضای هرست درخت انگور بالای 7 سال رو داشتن. این درخت انگوری شما مشاهده میکنید سال 8 رشد خودش رو پشت سر گذاشت و الان میخواد به امید خدا وارد سال 9 رشد خودش بشه. ما الان میخوایم همراه با شما دوستان عزیز این درخت رو هرست کنیم. ما در ارگام بیدانه هرس درختان انگور ارگام بیدانه از هرس مختلف استفاده میکنیم، یعنی نه هرس بلند و هرس و نه هرس کوتاه را انجام میدیم، همزمان توام با هم هرس مختلف، یعنی هم هرس بلند و کوتاه رو روی این درخت میخوایم با هم انجام بدیم. خب کار رو از پایین ترین نقطه درخت شروع میکنیم، از چشم پایینی دو تا چشم برای شاخ جیری نگه می‌داریم و دومی را از بند سوم یا چهارم هرس می‌کنیم برای عمل بارجیری و همینطور در این طرف درخت و در اینجا چشم اول دوم برای شاخ جیری و 1 2 3 برای بارگیری هستش. شاخه هایی که رو به پایین هستن رو از ته در میاریم و همینطور این شاخه در ادامه از بند دوم برای شاخ جیری و از بند سوم برای بار جیری نگه داشته میشه. در قسمت بالایی اول شاخهایی که تضاد با شاخهای دیگه هستن رو هرس میکنیم. در ادامه کار چون این شاخه به طرف شاخه اصلی هستش از اینجا قطع میشه و همینطوری در ادامه کار از بند دوم 1 2 برای عمل شاخه جیری و از بند سوم برای عمل میوه جیری و با یه گلاب در این منطقه صرف میشه تا با شاخه های دیگه تداخل ایجاد نکنه. در اینجا چون فضای کافی برای شاخه جیری و باردهی همزمان نداریم، از این شاخه فقط به عنوان شاخه بارده استفاده میکنیم. شاخه های خشک رو از ته در میاریم شاخه های که رو به پایین هستن پس میشن. در اینجا من میخوام این شاخه رو به عنوان شاخه بستی و ادامه کار حفظ کنم و یه برشه و از اینجا انجام میدم و یک شاخه دو چشمی برای عمل شاخه جیری در سال آینده از این درخت نگه می‌دارم. دو چشم برای شاخه جیری و چشم سوم برای بار جیری. یه نهال خوبه نجه میداریم بره کاشتم. شاخه های که امتداد رشدشون به طرف درخت دیگه هستن رو هم قطع میکنیم. چهار بند برای بارجیری، از دومین بند برای بارجیری شاخ جیری استفاده میکنیم. در ادامه کار چون شاخه در تداخل با شاخهای دیگه به نزدیک به هم هستن، از این شاخه فقط به عنوان شاخه بارجیری استفاده میکنیم.
و از پایین ترین نقطه درخت چشمش جوانش رو به بالا هستش برای شاخه گیری، و همینطور این جوانه برای احتمالی چون اگه این جوانه در شرایط تحت شرایط آب و هوایی شرایط دیگه از بین بره، از این جوانه میتونیم برای شاخه گیری استفاده کنیم. شاخه رو به بالا هستن رو هم در میاریم. در ارگام ویدانه این شاخه های رشد یک سالش از شاخه های رویشی دومین دو ساله رشد کردن بهترین گزینه برای بارگیری هستن. این شاخه رو به عنوان دو چشمی برای شاخه گیری نگه داشتم. برای عمل بارگیری شاخه شروع به پایین هستش را از تحت در میارم. سارمون بند برای بارگیری این نزدیشتر به این شاخه هستش، برای همین از این شاخه هم فقط به عنوان شاخه بارده استفاده شدم. برای حفظ فاصله بین دوتا شاخه این شاخه خشک رو از تحت در میارم و باز هم شاخه های خشکیده شده که از پارسال موندن رو هم در میارم. شاخه یک ساله که رو به بالا هستش چون در اطراف فضای باز داره برای عمل بارگیری، و از این چشم برای عمل شاخه گیری استفاده میکنم. به صورت بالا اگه بره تا داخل با شاخه های دیگه هستش، برای همین علت از اینجا حس میشه. این شاخه رو به عنوان چشم پشتیبان برای سال آینده، و چون این شاخه رو به بالا هستش و سایش موجب هواگیری و نورگیری این چشم میشه و به مرور زمان باعث نابودی این چشم میشه، و همین دلیل از اونجا در آوردم. شاخه های رو به پایین هستن. در باغات سنتی عمدتاً سعی میکنیم شاخه های رو به بالا هستن رو حفظ کنیم. به طرف بالا از چشم دوم برای عمل شاخه گیری یک شاخه بارده و دومین شاخه بارده. چون این ناحیه خالی هستش سعی میکنم دو چشم برای عمل شاخه گیری برای سال آینده اونجا نگه دارم. شاخه های رو به پایین حس میشن. جوانه که رو به بالا هستش برای عمل شاخه گیری نگه داری میشه. شاخه دو جوانی برای شاخه گیری، از دومین جوانه برای شاخه گیری و سومین جوانه برای بارگیری استفاده میشه. شاخه رو به بالایی برای افزایش نورگیری و هواگیری درخت قطع میشه. از سومین جوانه برای عمل بارگیری استفاده میکنیم. شاخی که در سمت چپ درخت داره ولی مسیر رشدش به طرف راست درخت هستش رو هم در میاریم. دومین جوانه برای شاخه گیری یک جوانه شاخه گیری دیگه
در شاخه‌های مثل این میتونید یه بلوری مثل این خودتون درست کنید. به برای حفظ فاصله بین دو تا شاخه ازش استفاده کنید. دوستانینم شکل هرس شده به نهایی یک درخت انگور در باغ سنتی بالای 7 سال